لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا علي ابن الحسين، يا سيد العابدين، ويا قرة عين الناظرين، ورحمة الله وبركاته. همونطور که مستحضرید، بحث ما در چند جلسه پیرامون صحیفه سجادیه بوده و ما قبل از اینکه وارد دعاها بشیم و درباره دعاها شرح و تفصیل و بستی رو بدیم، مقداری در موضع مقاومت‌ها و در زمینه مقدمات این ماجرا، یعنی برنامه صحیفه سجادیه صحبت کردیم. امروز هم به نظرم میاد که ما دو تا برنامه داشته باشیم که هنوز در مقدمات صحبت بکنیم. مقدمه اولی که باید عرض بکنیم این است که دعا کردن چقدر در اسلام اهمیت داره، مسئله دعا کردن چقدر در نزد خدای متعال اهمیت داره و تا چه میزان در کتاب آسمانی ما نسبت به این مطلب ترغیب و تحریض به عمل آمده. آیات فراوانی از قرآن مقدس و نیز بیانات فراوانی از معصومین سلام الله علیه مجمعین پیرامون اهمیت دعا کردن آمده که ما در حد زمانی که در اختیار داریم در زمینه آیات مقداری به اصطلاح مطلب رو بازش میکنیم. در سوره غافر آیه 60 میخونیم: و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگار ما فرمان داده ادعونی که مرا بخوانید، استجب لکم، شما رو اجابت میکنم، این دعای شما رو به هدف اجابت میرسانم. جمله جمله شرطیه است، یعنی نیازمندی های شما یکی از شرطاش که برآورده شود توسط خدای متعال این است که ما در خانه خدا برویم و خدا را بخوانیم و خدای متعال هم به این خواندن ما او را دعاهای ما رو به هدف اجابت برسونین. آیه میخواد این مطلب رو بگه. در سوره مبارکه نمل آیه 62: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. آیه کسی هست که اجابت کند و بخواند دعوت و خواندن فرد مضطر و درمانده را آن زمانی که اون درمانده مضطر او را بخواند، اذا دعاه و یکشف السوء. و آیا کسی وجود دارد که گرفتاری و ناراحتی و مشکل رو از مضطر دفع بکنه؟ این قضیه به شکل استفهام انکاری عنوان شده، یعنی اینکه اینجور نیست که شما خیال کنید بدون خواندن خدا، بدون درخواست از خدای متعال می شود دعای کسی به هدف اجابت برسه، مخصوصا
در آن هنگام که تمام درهای امید بر روی انسان بسته شده، درهای امید بر رخم بسته شده، بگشای خدایا که گشاینده تویی. در اون هنگام که همه درها بر روی انسان بسته می شوند، در اون هنگام آن وجود مقدسی که درها رو باز می کنه و مشکلات رو حلش می کنه و گرفتاری ها رو به سامان می رسانه، وجود اقدس حق تعالی است که مهربان ترین مهربان است نسبت به بندگان خود. این مهربانی خدا رو ما نمیتونیم دریابیم. یه جا میتونیم به این مطلب توجه پیدا کنیم، بگیم آیا پدر و مادر نسبت به فرزند مهربانند؟ که قطعا چنین است. مهر مادر و پدر نسبت به فرزند جای تأمل و تردید نداره، ولی همین پدر و مادر اگر فرزندی در یک روز 20 دفعه 30 دفعه در برابر اونها بیسته و سخنشون رو باور نکنه و امرشون رو اطاعت نکنه، آیا همچنان نسبت به اون محبت میورزند؟ فرزند بنده کتشوارم رو در آوردم بیرون، به فرزندم که خیلیم بهش علاقمندم میگم این کتشلوار رو ببر به این اتوشهی سر کوچه بده. او میگه نمیبرم بدم. یک بار میگه، دوباره از اون میخوام، بار دوم هم میگه نمیرم، برای بار سوم میخوام، بازم میگه بازم نمیروم. من اگر 10 بار به او بگویم که برو کتشلوار من رو به اتوشهی بده و او بگه نمیبرم، من چه حالی پیدا میکنم؟ من پدر با همه علاقهی که به فرزند خودم دارم میگم برو گم شو، دیگه نمیخوام قیافت و ریختت رو ببینم، غیر از این نیست که. اما ما نگاه کنیم خدای مهربان و مهربانی خدا را که در هر روز نه 20 بار 50 بار 100 بار به خدا نمیگوییم. ما هر گناهی را که مرتکب میشویم در واقع یک نگفتن به خدای متعال هست. با وجود این همه گناه میکنیم، باز وقتی در خانش میریم و عرض ادب میکنیم، هرگز به ما نمیگوید برو گم شو نمیخوام تو رو ببینمت. پدر میگه، مادر میگه، اما خدا نمیگوید. پس خدا مهربان ترین مهربانان است. هر چقدر من گناه کرده باشم، باز خدای متعال چه می کند؟ خدای متعال می گذرد، خصوصا که برم در خانه و معذرت خواهی بکنم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که بسیار به خود ظلم کرده اید، بسیار گناه کرده اید، هرگز از رحمت خدا ناامید و مایوس نشوید. خدا همه گناهان رو میامرزه. در خانش میرید، استغفر الله ربی و اتوب الی، او را میخوانید، معذرت خواهی میکنید، طلب غفران میکنید، طلب آمرزش میکنید و او میگذرد. تمام این کارهای مهم رو در گذشتن خدا از شما دعا انجام میده، وسیله دعا خواهد بود. لذا اینجا هم امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، کیه که جواب مضطر رو درمانده رو بده، مشکلش رو حل کنه جز پروردگار سبحان که مهربان ترین مهربانان و ارحم الراحمین نسبت به بندگان خیش هست. و بازم در قرآن مقدس میخونیم آیه 186 سوره بقره، و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. پیغمبر، زمانی که بندگان من درباره من از تو سوال میکنند، موقعیت خودشون نسبت به من، پیغمبر عزیز ما به این بندگان بگو که من نزدیکم، انی قریب و نزدیک به شما هستم.
وقتی که کسی مرا میخواند اجیب و دعوت الداع، جواب میدم. اذا دعانه، اون هنگامی که مرا میخواند من جواب او رو میدهم. حالا که اینجوریه، در خانهش به روی همه بازه، دعا هم وسیله ورود در این خانه است، در خانه توبه، در خانه انابه، در خانه استغفار، در خانه قوتور شدن در رحمتهای خدای متعال است. پس فلیستجیبولی، شما بیایید این دعوت من رو اجابت بکنید، یعنی دعا کنید در خانه من و ایمان راستین و حقیقی داشته باشید تا اینکه به راه رشد و راه هدایت درآیید. و باز در سوره مبارکه فرقان آیه 72 میبینیم، قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، که این آیه از عجایب آیات قرآن در اهمیت دعا کردنه. پیغمبر به مردم بگو خدا به شما اعتنایی نمی کند، پروردگار من به شما اعتنا نمی کند اگر دعا کردن شما نبود. آنچه باعث می شود مورد اعتناء پروردگار سبحان قرار بگیرید، دعا کردن شماست. طبیعی خواهد بود، کریم زمانی کرم میکنه که من در خانش بروم و از او درخواست بکنم. پروردگار غفار و بخشنده و آمرزنده زمانی از من میگذرد و از گناهان من میگذرد و برای من اهمیت قائل میشود که من در خانه او بروم و او را بخوانم به وسیله دعا کردنهای خودم. لذا آنچه به من اعتبار و اهمیت میدهد دعا کردنه. ائمه ما که سلام خدا بر جملگی آنان باد، در خانه خدا آبرومند و معتبر بودند. خدا به اونا اعتنا می کرد، اهمیت می داد، به خاطر کثرت دعا کردن، کثرت مناجات با خدای متعال کردن. و بالاخص در میان این بزرگواران وجود مقدس چهارمین پیشوا و چهارمین امام حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه، که از این مطلب فوق‌العاده بهره‌مند بودند و این دعاها رو املا کردن، هم خودشون میخوندن هم املا فرمودن که ما هم یاد بگیریم و بخوانیم و بخوانیم. در سوره مبارکه آل عمران هم میخونیم خطاب به خدای متعال، انک سمیع الدعا، خدایا شنونده دعا تو هستی، تو دعا را میشنوی و تو اجابت میکنی. خدای متعال واسطه قرار نداده، خدای متعال حاجب و دربان نداره، خدای متعال در خانه‌اش همیشه بازه. و این قضیه رو امام زین العابدین و سید الساجدین در کتاب صحیفه سجادیه به زیباترین وجه برای ما بیان کرده که انشاءالله در ضمن بحث درباره این مسئله و بحث تفصیلی در مورد آیا در مورد دعاهای حضرت سجاد سلام الله علیه این قضیه رو بازترش میکنیم و براتون میگیم. این بزرگوار ضمن این که خودش میخونده دعاها رو، در خانه خدا میرفته و دعا میخونده است، ضمن این میخواد به ما هم تعلیم و آموزش بدهد که ما هم در خانه خدا برویم، نه با هر دعایی، نه هر آن کسی که دعایی درست کرد، نه، دعایی که از مخازن دانش الهی، دعاهایی که از مخازن علم خدای متعال تراوش کرده، این دعاها رو یاد بگیریم، این دعاها رو فرا بگیریم و با این دعاها در خانه خدای متعال برویم. این دعاها به زبان معصوم جاری شده، به زبان آن کسی که دانش او دانش الهی است، از کسی کسب علم نکرده. امام علی ابن الحسین دانشش دانش الهی هست و قرآن هم به این مطلب ناطق هست. افرادی هستن که خدا به اونها تعلیم فرموده، از جای کسب علم نکردن، کسب دانش نکردن، تمام علوم علوم الهی خواهد بود برای اینها. بنابراین یک منبع بسیار قدرتمند و یک منبع
بسیار بسیار سرشار از معارف الهیه همین کتابی است که ما قصد آن داریم که دربارش سخن بگوییم و دربارش مطلب براتون عرض بکنیم. این به خاطر این است که خودمون تشویق و ترغیب بشویم، تشویق و ترغیب بشویم به این که این کتاب شریف رو در منزل داشته باشیم و اگر نمیتوانیم حفظش کنیم و عدیش رو به خاطر بسپریم چه کار کنیم؟ حداقل از روی همین کتاب ما دعاها را بخوانیم و از طریق خواندن این ادعیه به خدای خودمون مرتبط و متصل بشویم و بعد هم از خدا توقع داشته باشیم که آنچه را که ما درخواست میکنیم به وسیله دعاهایی که از معصومین سلام الله علیه مجمعین و بالاخص معصوم بسیار بسیار بزرگواری که منصوب ششم هست، معصوم ششم هست، حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه، از این بزرگوار به ما رسیده است، اینها رو بخوانیم قطعا و یقینا مورد عنایت خدا قرار میگیریم و مشکلاتمون، درماندگی هامون، در گیر افتادن هامون، تمام اینها توسط خدای متعال انشاءالله مرتفع خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء.